نام خدا سلام خدمت همه شما بیننده‌های خوب تلویزیون آریانا، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. خوش آمدید به یک دیگر از گزارش‌های ما از شهر باستانی هرات. امروز آمدیم به ساحه بادمرغان یا پنجرای بادمرغان که بسیار معروف است در شهر هرات، طوری که شما در تصویر می‌بینید. یکی از مکان‌های مزدحم و شلوغ شهر هرات هست. با ما همراه باشین، گزارش خود از اینجا آغاز میکنیم و در این قسمت شهر در واقع کارگران هم میان استاد میشن در این قسمت، به نوعی میشه گفت یک گذره برای کارگران تا ای که برای خود کار پیدا بکنن و حرکت بکنن برن به طرف وظیفه. چه خوبه که بیایم از درد و دل کارگران بشنویم که با آمدن فصل سرما و زمستان که داریم نزدیک میشیم شرایط کاری چیگونه هست. همین اکنون که حوالی ساعت 3 میباشه، ظاهرا از صبح موفق نشدن که اینا کار پیدا بکنم که با اینا هم کلام میشه. سلام، خوبین؟ سلام استاد، خوبین؟ میشه استاد چیم؟ اسم شما؟ ولی محمد. ولی محمد جان، از کجا هستین؟ کروخ. از کروخ. چی مصروفیت داریم؟ کارگری ما. کارگری. تالی کار نگرفتیم از صبح؟ نه، صبح تالی چی کار نگرفتیم. چند دقیقه که اینجا معطله؟ از صبح تا الان معطله. صبح ساعت 7 بجه 8 بجه اون طول معطله. چگونه شرایط کاری؟ کاری خیلی سست، کارگری نیه. روز چند مزد میدن برای کارگر؟ روز اگه ما سرش رو 300 میدم. به می هفته چند روز سالی رفتیم سر کار؟ بعضی هفته فقط 2 روز برای دیگه نه. شرایط زندگی چگونه؟ شما حتما فرزندم دارین؟ بله، داشتم. چند اولاد دارین؟ 7 فامیل نفر، 7 فامیل. نو خوریم. درست کرایه هم میده؟ بله، نه، ما به دیات هایی میده. از این کارگری که حالا میگیم کارم زیاد نیه و پولی که پیدا میکنیم، مصارف زندگی شما تأمین میشه؟ نه، چی تأمین میشه؟ نسبت میشه، یک چیزی چا بود میشه، برنج کمه، روحان کمه، همه کمه. بچه ها شما درس هم میخونن؟ بچه ها میخونن، اونجا درس هم. خیلی خوب. چرا فکر میکنیم زمینی کاری کمتر میشه روز به روز به هرات؟ چی میدانم، ما دیگه نافهم دیگه، باید بیختی زیاد و بیختی چی کار نیه دیگه نیه، مملکت بیختی سسته. این ناامنی ها که زیاد شد، این هم تأثیر دیشته به رو بیکری؟ ولی هاشتر دیشته به بیکری، همه تأثیر داره. شکر از شما. خوبه؟ شکر، شما خوبه، بخیر، سلامتی. اسم شما؟ عبدالله. عبدالله؟ بله. از کجا هستی؟ از قلعه‌نو هستیم. مرا رو درست فامیل هم به اینجا؟ بله، یا فامیل هم اینجا هست. شما هم کارگر؟ بله، ما هم کارگر هستیم. خب طوری که دیده میشه مثل شما خیلی اینجا شیشته هستند و هنوز کار پیدا نکردن. رو اینجا از صبح تا ما که به شیشتی میاد دو نفر یا سه نفر بیشتر کار نرفتم. اون تا سر صبح که میبینیم یک صد نفر، 150 نفر به اینجا جمع میشیم. هر روز جمع میشیم، میریم میام، میریم میام، کرایم تاوان دو روز 20 روپیه 30 روپیه کرایه سه چرخ میدیم. یک خرج خانه ما مصرف، ما ایره که طرف یک طرف بخباریم. فقط خود ما هم اینجا روز 20 روپیه کرایه میدیم، آخر میام میریم. اگه او هم یک هفته یک روز اگه گیر بیایه میایه، اگه گیر نیایه با اون هفته هم یک دفعه گیر نمیایه. زندگی کارگری چگونه یه؟ یار زندگی ایچ دیگه، لذت نداره زندگی. نی مرده است نی زنده است، ایچ دیگه. انا می تو که میبینی سوپ میشه، شوم میشه، هیچ دیگه نی، درک نی، درک هیچ گپ نی. ازدواج کردی؟ بله. چند اولاد داری؟ ست، دو تا پسر داریم، یک دختر داریم. فرزندا شما چند ساله هم؟ امی 12-14 است. اگر بپرسیم که توقع شما از دولت چیه، شاید سوال خوبی نباشه، به خاطر که این سوال هم خیلی کلیشه‌ایه و هم ای که دیده شده که کاری که باید میکرده در این چند سال دولت انجام بداده یا نداده. یاره برار مطال که ما دولت چیز با ما اینجا انجام دادن از این مشخص نیه دیگه. یک چیز با ما انجام داده باشه به مشخص به نظر مردم یاره یک چیز باشه، تا حال که انجام نداده. خواهشمند ازی هستیم از دولت بیشتر توجه کنه به مردم. درسته. حالی که عوام خنک شده، مصارف هم خود چند برابر میشه. چقدر نگرانیم
خدایی عمالو که میبینیم من خود مال دونی مزار کریه سارا میدیم همین نگرانی ما همینه دیگه زمین سارا کریه سارا خو از کجا بدیم همین نگرانی ما همینه این زمستان هفته یک روز کار نکنی یا دو روز کار کنی تو دونی مزار کریه سارا بدی پنج شش نفرم به یقان تو افتاده باشه همین زندگی چرخیده ندیم ارتکه میگه پلانی دزدی میکنه پلانی چه کار میکنه او چه کار بکنیم همین یک روز را دو روز را سه روز را یک ماه آخر مجبور میشه آدم هر کار مگرم بکنه بابا میدین خدا کنه که به دوزی نرسه ولی خب یکی از عوامل دوزم دوزی میگن که فقر بیکاری هست همه چیز همی دست ما شما میبینیم خالیه دولت هم حمایت نداره هیچ کس حمایت اصلا یکی دیگه خو نداره مال به همی شرایط که میبینیم بیخی وضعیت خرابه برام روزهایی که کار پیدا نمی کنیم میریم به خونه وقتی همسر شما، فرزندان شما از شما توقع پول میکنن یا چیزی و چیزی در کیسه نداریم چی هستی به شما دست میدن؟ یار خدای خوب سوال خوب بودین بفهمیدین یک نفر نیم ما اینجا سطحا نفر هستیم خب مجبوریم همی تو که نشد نشد دیگه پس میریم به خانه خوب پس میام دیگه چی توقع داشته باشه وقتی که میبینست از میگه سنگ از زمین سختره میگه سخته دیگه نمیشه دیگه کار که نباشه دیگه نمیشه دیگه چیکار کنیم شب شده که غذا نخورده باشه سطحا شو او شده باشه یک شو میگین شما وقتی که نباشه دزدی نکنی دیگه نکنی مشخص یک نفر سه ای سال مگه مهی باشی تو مجبوری دست به خلاف که نزنی خو وقتی که کارگری هم نباشه او تو شما خیلی شاید از پیش ما سر خورده باشه سر بیشام به اصطلاح گریش بله خدا کنه زمین این کار معیا بشه و اگر میبینن دوستای گزارش توجه بیشتر صورت بگیره برای طبقه کارگر و فقیر ما که متاسفانه حتی گرسنه خواب میشن کاملا جدی است کاملا حقیقت است این موضوع که آدمای زیادی رو ما در این شهر داریم و در مجموع در افغانستان داریم که در واقع حتی غذایی برای خوردن ندارن خدا کنه زمینه کار معیا بشه انشالله که موفق باشیم شما خواست خدا باشه خیر ببینید تشکر درنامه تشکر از شما خب میایم این طرف تر و چقدر زیاد است درد دل هموطنان ما و خیلی ها که در واقع بیکار هستند و فرصت برای کار اینا بالا زمینه کاری برایشان معیا نمیشه خیلی از افراد هم مانند این جوان از بین زباله ها تلاش میکنن که چیزی پیدا بکنن و مواردی هم بوده که از بین سطح‌های زباله در واقع غذا پیدا کردن و همون غذای فاسد شده ای که خیلی ها دور مندازن از گرسنگی خوردن سلام خوبین؟ خوبین؟ اسم شما؟ اسم گلاغا چه کار میکنی؟ بار جمع میکنم چی بکشم از بین از؟ همین لیلون هم باز اینا رو میفروشه؟ بله هم باز چند کار میکنه؟ باز دو ساعت و نیم ساعت کار شما رو اذیت بوی تعفن از اینا نمیکنه؟ چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ رو مجبوریه؟ بله کار چیزی پیدا نمیشه برش؟ نه اینجا یک نفر میای 20 مریضه به سهره که مرتقه فرار میکنه میره برای کارگر هم نمیباره از بین از اینا دیگه چیر میکشیم به غیر پلاستیک و اینا؟ همین لیلونا، خطیار روب و همینا خلاصه ما افرادی رو میبینیم که گاهی وقتا آنقدر سخت میشه برای اینا همین مشکلات اقتصادی که مجبور میشن که بیایم غذا هم بکشم شما هم دیدیم متکسر غذا ولی ها هستم بچه ها مثل از اینا هستم همینا که کم تمیزتر رو برمیدارم میخوام از این پلاستیک هایی که میفروشیم زندگی شما میچرخه؟ بله خب مجبوریه دیگه چیکار کنیم نه دیگه ولی چاره نیه دیگه چیکار کنیم تشکر تو خوبی؟ ها؟ اسم تو چیه؟ اسم من سید رحمان سید رحمان جان چند ساله ای؟ 10 ساله 10 ساله چه کار میکنی؟ کارتونه اینا میچینم خب اینا رو باز میفروشی؟ نه چه کار میکنی؟ میسوزیم با خونه میبری؟ ها چند نفر هم به خانواده شما؟ درس هم میخونی؟ آه سنف چندی؟ سنف دو اطراف آسو به کدوم مکتب؟ به کدوم مکتب قدر آباد کجا هسته؟
تام قدر آباد نه قدر آباد. پدر مادر تو چیکار میکنه؟ پدر تو چیکار میکنه؟ یه مغرد میفروشه. به غیر از این دیگه کاروباری هم داری؟ به جز از اینکه این زباله و آشغالا رو اینا رو جمع می‌کنی؟ با میرم مسجد. با مسجد با رخصت میشیم بین کاتان. خیلی. در آینده می چیکاره بشی؟ ها؟ در آینده چیکاره میشی بخیر؟ درس که بخونی چیکاره میشی؟ مولا میشم. مولا میشی؟ آه. مولا. مولا دوست دارم. معلم میشی؟ خیلی. باز چگونه تا قادرآباد میری از داخل شهر؟ آه داری پا میدون هوا خنک شده به خونه سختی نمیکشیم خنکی نیه خونه شما؟ نه گرمه؟ آه نه شکر تشکر هست تشکر تشکر که با ما همراه بودین درد دل کارگران را امروز در این گزارش منعکس کردیم که شرایط خیلی سختی دارن ایجی کاکان فکر کنم پیامی دارن سلام خوبی؟ خوبی اسم شما؟ خوبی چی؟ خوبه خوبه نام شما چیه؟ نام حسین عمر روز چند کار میکنیم خودی کرچی خوب؟ بیدی سیری بیدی سیری بیدی ایچی ایچی؟ چند نفر نان خور داریم؟ هفتش نفر هستم از امی کرچی نون پیدا میکنیم؟ خواهد کیوبه خداوند ده خداوند میرسونه؟ این همی میرسونه تشکر هست تشکر که با ما همراه بودین و گزارش ما را از ساحه بادمرغان شهر هرات دنبال کردیم. دست شما اگر میرسه کمک بکنیم. وظیفه انسانی همه ماست که در حد توانایی خود بدون کدام منت برای همه افراد و انسانها مدد رسانی بکنیم. ممنون که گزارش ما را دنبال کردین. وقت بر شما خوش خدا.